26مین اثر تاریخی ایران با عنوان منظر فرهنگی تاریخی طبیعی و باستانی اورامانات یا هورامان در 44مین اجلاس جهانی یونسکو که به صورت مجازی در چین در حال برگزاری است به ثبت رسید. بر این اساس 700 روستا از منظر فرهنگی تاریخی و طبیعی این منطقه در استانهای کرمانشاه و کردستان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. بخش اصلی جهانی شده در این منطقه تاریخی با بافت پلکانی و آداب و رسوم بسیار خاصش مانند آیین پیرشالیار در دره‌های ژاورود، اورامانتخت و لهون در این دو استان قرار دارد. بخش‌هایی از شهرستان‌های سرواباد، سنندج و کامیاران در استان کردستان و همچنین بخش‌هایی از شهرستان‌های روانسر، پاوه، جوانرود و سلاس باباجانی در استان کرمانشاه جزء این منظر فرهنگی است. عوامل طبیعی در منطقه اورامانات درهایی را شکل داده و ساکنان آن هزاران سال در تعامل با طبیعت زندگی کردند. این تعامل را می توان در باغ‌های پلکانی، معماری پلکانی زندگی هوارنشینی یعنی زندگی در کوچگاه‌های موقت، جشن‌ها و آیین‌های اصیل و صنایع دستی منحصر به فرد منطقه به چشم دید. دکتر لطفا معیارهایی که بر اون اساس منظر فرهنگی اورامانات سطح جهانی شد رو توضیح میدین؟ ببینید اثر فرهنگی یا منظر فرهنگی اورامان یا اورامانات به دو معیار 3 و 5 یونسکو کمیته میراث جهانی در واقع ثبت شده. دستور عمل اجرایی 6 معیار برای آثار فرهنگی تاریخی در نظر گرفته شده، 4 معیار هم برای آثار طبیعی هستش. معیار 3 و 5 در واقع طبیعتاً زیر مجموعه حوزه فرهنگی هستش. معیار 3 در واقع اشاره میکنه به اینکه یک اثری شاهدی برجسته باشه از یه سنت فرهنگی که حالا یا زنده است یا از بین رفته باشه. این سنت بخش قابل به این چیزی که تو بیانیه کوموس هم بهش اشاره شد اینه که مثلا اینکه این فرهنگ این سنت اورامی به ترکیب یک جانشینی با در واقع یک فرهنگی نیمه عشایری، یعنی همون عزیزان و اهالی و مردم اورامی که در واقع ساکن این مناطق اورامانات هستن در ایامی از سال رو در واقع بحثش و یه کوچ رو هم داره و اون بحث حیوانشینی و اینا رو داره. این در واقع به ارزش برجستی این در واقع منظر فرهنگی داره که معیار شماره 3. معیار شماره 5 بحث اینه که حالا این انسان مثلا در یک منظر فرهنگی در یک بستری چگونه ارتباط برقرار کرده با محیط زیست خودش، با طبیعت پیرامون خود. موضوع در واقع اورامان و اورامانات از این بابت هم واجد ارزش برجسته است. اقلیمی که و اون سرزمینی که این زیستگاه‌ها در اون استقرار دارن و این مردم اورام در اورامی در واقع اونجا مستقر هستن، اقلیمی که به لحاظ در واقع حالا بحث‌های مناطق اقلیمی به سرد کوهستانیه و از لحاظ طبیعت خشنیه. حالا در این طبیعت خشن و سخت که حالا مثلا زمین حاصلخیز مناسب به دلیل بسترهای صخره‌ایش مناسب برای کشاورزی وجود نداره، چگونه این مردم تونستن در تعامل با این پیچیدگی‌ها یک تمدن، یک فرهنگ رو نزد بشن، رشد بدن، بروز بدن، توسعه بدن، این چه اتفاقی افتاده؟ این رو تو معیار 5 در واقع اومدن هم یعنی واقعیت تاریخی رو واقعیت معاصر رو در واقع اینو توضیح دادن و یک موسو هم اینو تایید کرد. باستانشناسان پیشینه سکونت در این منطقه را به پیش از تاریخ نسبت میدهند، یعنی زمانی که کشف قباله‌های هورامان وجود حاکمیت آشوریان، مادها، هخامنشیان و یونانیان را تایید کرده است. کهن‌ترین آثار سکونت انسان در بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی در اطراف روستای حجیج به دست آمده و مربوط به دوران پارینه سنگی است که طبق گزارش باستان‌شناسان بین 12 تا 40 هزار سال قبل قدمت دارند.